با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان فارسی زبانم در سراسر جهان که هستید. بخش جدید آموزش برنامه‌نویسی به زبان جاوا رو با هم دیگه کار میکنیم. در این ویدیو میخوام انواع آرایه ها رو با هم دیگه کار بکنیم در جاوا و ببینیم که به چه صورت میتونیم یک آرایه تعریف بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. خب قاعدتا قانون اصلی آرایه ها، حالا با هر دیتا تایپی که بخواین تعریف بکنید، سینتکسش به این صورت هستش که به عنوان مثال اگر بخوام یک آرایه از جنس استرینگ رشته‌ای داشته باشم، استرینگ رو تعریف میکنم و از دو کروشه باز و بسته استفاده میکنم که نماد آرایه در برنامه‌نویسی object oriented هستش، استفاده میکنم بلافاصله و بعد اقدام میکنم برای نامگذاری اون آرایه خودم. عنوان مثال cars. خب این یک آرایه است خالیه. اگه یادتون باشه اگه در کدهای قبل برای تعریف یک متغیر مستقیما string name و برابرش قرار میدادیم با یک مقدار، حالا به عنوان مثال یا خالی یا اگر نوداده اون از نوع int بود، مثلا int x int age به عنوان مثال برابر با مثلا 21 بود یا 25 مثلا بود، به این صورت تعریف میکردیم. در آرایه ها فقط به این صورت هستش که بعد از دیتا تایپ حتما باید این دو کروشه رو بذارید، بعد نام آرایه رو در نظر بگیرید. خب من میتونم اینجا بعد از اینکه آرایه خودم رو تعریف کردم به نام کار، برای مقدار دهیش میتونید جدا به این صورت تعریف کنید یک بار آرایه رو و بعدا مقدار دهیش بکنید. میتونید در یک خط هم مستقیم مقدار دهیش بکنید. اگه بخوام مقدار دهیش بکنم، سیمیکالن را جلوش بر میدارم، یک مساوی قرار میدم و کروشه باز و بسته مقادیری رو که میخوام بدم، چون نو دادم از نوع استرینگ رشته هستش، برای هر آرایه‌ای که میخوام به عنوان مقدار ورودی بهش بدم به صورت جداگانه در سیمیکالن های مجزا قرار میدم. با عنوان مثلا من آرایه خودم رو از نوع کارز گرفتم، ماشین ها، چند تا ماشین ول و به عنوان مثال و با سیمیکالن جداشون میکنید آرایاتونو، مجددا یک کوتش مارک بنز به عنوان مثال، مجددا سیمیکالن کوتش مارک آودی و دیگه عنوان مثال پراید. خب پراید هم که این روزها قیمتش انقدر بالا رفته که تو لیست ولو و بنز و آودی قرارش بدیم، من فقط یک استرینگ اری یک ماشین دیگه هم به آرایه هم اضافه میکنم با عنوان مثال بی ام و و اینجا آرایه خودم رو با یک سیمیکالن میبندم. خب این تعریف اولیه یک آرایه بود که به این صورت تعریفش کردیم آرایه خودمون رو. خب همینطور که گفتم میتونید اینجوری در یک خط تعریف کنید، میتونید تا اینجا کار تعریف کنید با سیمیکالن ببندید و
در خط بعد کار رو برابر با این مقادیر از آرایتون قرار بدید. این یک آرایه از نوع رشته بود. یک آرایه دیگه از نوع اینت براتون تعریف میکنم. اینت array به عنوان مثال my number و مستقیما مقدار دهیش میکنم با در اینت ها دیگه نیازی نداریم که از کوتیشن مارک استفاده کنیم. میتونید مستقیم مقادیر دلخواه خودتون رو اعمال بکنید. خب این هم از یک آرایه از نوع اینت که اینجا براتون تعریف کردم. خب به عنوان مثال الان میخوام خروجی بگیرم از اینها و چاپ میکنیم مقادیر اینها رو و فراخونیش میکنیم سیستم out print به عنوان مثال ابتدا کار رو فراخونی میکنیم. خب اینجا کار رو فراخونی کردم. حالا دقت کنید که میخوام اینجا به عنوان مثال در print در قسمت out برای من آودی رو چاپ بکنه. خب چطور باید این کار رو بکنم؟ آرایه رو فراخونی میکنم. خب توجه داشته باشین که آرایه ها زیرو بیس هستن، به این معنی که صفر هم شمارش میشه، حساب میشه. اگر من اینجا در آرایم 5 تا مقدار الان دارم، 1, 2, 3, 4 و 5 و بخوام مقدار آودی رو در چاپ نشون بدم، پرینتش بکنم، ولوو 0، بنز 1 و آودی 2 رو، آرایه 2 رو به خودش میگیره. یعنی من اگر 2 رو مقدارش رو در آرایه کار بدم در پرینت و خروجی بگیرم، حالا برای این تمام یک خروجی میگیرم سیستم out print my number و آرایه در اینجا به عنوان مثلا میخوام همون 10 رو برای من نشون بده. 0 رو اعمال میکنم، خروجی میگیریم از این کد. خب میبینید که اینجا مقدار آرایه‌ای که به 2 برای کار در نظر گرفتیم آودی رو برگردون و 0 برای my number 10 رو برگردون. خب اینم تعریف آرایه ها بود. دو تا مثال براتون زدم در از آرایه ها string و int. و این میشه گفت خلاصه و چکیده ای از تعریف آرایه ها هستش. آرایه ها خیلی کاربرد دارن در تمام زبان های برنامه‌نویسی، خیلی ازشون استفاده میکنیم و باید به خوبی یاد بگیرید. میتونید خودتون تمرینات بیشتری بکنید و مثال های بیشتری برای خودتون کار بکنید. خب من یه مثال دیگه که از آرایه براتون میزنم تا اینجا
کدم رو نگه میدارم، اون آرایه استرینگ کارهایی که داشتم رو نگه میدارم، از یک حلقه فور استفاده میکنم. string i cars و بدنه اینت خودم رو تعریف میکنم. system out print i. خب اینجا دیگه به صورت داینامیک برای ما انتخاب میکنه. به صورت داینامیک فرض کنید یک کد نوشتیم که قرار یک قرعه کشی برای ما انجام بده، و هرچند که ما میدونیم که در کد چون اینجا از حلقه فور استفاده کردیم، اولین چیزی که میاد در آی میشینه و جایگزین برای کار آرای میشه چه هستش میدونیم از قبل، ولی خب میتونیم اینجوری بگیم که مثل یه قرعه کشی که خودمون نمیدونیم و به صورت تصادفی، هرچند که میتونیم از طریق رندوم این رو هم کاملا تصادفی بکنیم، ولی خب الان به صورت دستی هستش و میدونیم که مقدار ولوو رو در خودش میگه. خب پرینت میکنم این کد رو هم و ببینیم که خروجیش در ترمینال به چه صورت هست. ببخشید، تمام مقادیر رو برای ما برگردون، تمام مقادیر آرایه رو برگردون، هر پنجتاشو، ولوو، بنز، آودی، پراید و بی ام و رو کاملا برای ما هر پنجتاشو برگردون. خب این هم یک مثال دیگه بود از این. خب میتونید همین مثال رو دقیقا برای ارای هم برای اری اینت هم بزنید. یه مثال کوچیک دیگه از آرایه ها و بس آرایه ها رو هم در این ویدیو میبندم. یک اینت اری یعنی دو بار سمپل اری رو تعریف میکنم. numbers برابر باشد با اینجا دو بار کروشه باز و بسته، یک دو سه چهار در یک آرایه و مجدداً کروشه باز و بسته، پنج شش و هفت و در انتها آرایه خودم رو می‌بندم. اینم نوع دیگه از تعریف آرایه هستش که اینجا دو گروه آرایه را در یک متقدهی آرایه تعریف کردم. برای هر کدوم دو بار علامت آرایه و دو بار از کروشه باز و بسته استفاده کردم. تا اینجا از یک تا در اولی از یک تا چهار را مقدار دیگه کردم و در بعدی از 5 تا 6 تا 7 رو. خب چطور میتونیم از این خروجی بگیریم و از چه استفاده بکنیم؟ میام یک حلقه فور تعریف میکنم.
int i برابر با 0 i کوچکتر از my number dot property lensش i++ و مجددا در بدنه فورم یک فور دیگه تعریف میکنم، اینتفاضی که int j برابر با مقدار اولی صفر j کوچکتر از my numbers dot property lensش طولش و اینجا j هم پلاس پلاس بشه. و یک کروش باز و بسته برای حلقه دوممون که تعریف کردیم. در گام بعد اینجا هم جی رو قرار میدیم، در گام آخر خروجی میگیریم از خروجی میگیریم از کدمون با این تفاضل که my number اره یکمون i رو بگیره و اره دو j رو برای ما نمایش بده. سمیکالن میبندم کد رو، start، ببینیم که خروجی این به چه صورت میتونه باشه. خب خروجی که داریم 1, 2, 5 و 6 هستش، یعنی از دوتای اول آرایه اول 1 و 2 رو برداشت و از آرایه دوم 5 و 6 رو. همینطور که میبینید اینجا در ترمینال برای ما چاپ کرد. خب دوستان عزیز، اینم آرایه ها بود در جاوا. در ویدیوهای بعدی متد رو و چطوری بتونیم یک متد تعریف بکنیم و به متد ها اونها پارامتر بدیم یا اوورلودینگ بکنیم متد هامون رو با هم دیگه کار میکنیم. تا اینجا کد رو تمرین کنید با خودتون، میتونید خودتون مثال های دیگه هم بزنید، مثال های بیشتر بزنید و تا بهتر متوجه بشید که آرایه ها به چه صورت هستن. اگر بخش هایی هم متوجه نشدید چون ما مرحله مرحله پیش میریم، میتونید ویدیو قبل رو نگاه بکنید اگر به مشکل خوردید، یا همینجا برای من کامنت بذارید و من جواب شما رو خواهم داد. تا ویدیوی بعد شما رو به خداوند یک تا میسپارم.